این هنرمند اگر قرار نبود خواننده بشه قطعا میتونست یه رهبر اجتماعی و فرهنگی برای جامعهش باشه. اونقدر مخاطبش رو خوب تحت تأثیر قرار داده بود که توی یک دوره خیلی ها به خاطرش آرایش مو و مدل لباس پوشیدنشون رو تغییر دادن. خیلی ها تون صداشون رو شبیه بهش میکردن. هنرمندی کاریزماتیک و مبارز. مبارزی که تنها دغدغش آزادی وطن و مردمش بود. هنرمندی که کلام رو میفهمه و تا امروز ترانه هایی اجرا کرده که اگر صدای رسایی براشون نبود شاید هنوز در کنجی پنهان مونده بودن و هیچ وقت به گوشمون نمیرسیدن. فریادی به بلندی کوه، فریادی از زیر آب. ای به داد من رسید. 15 بهمن ماه سال 1329 در تهران صدای آزادی خواه ایران متولد شد. سلام، من علی حسین پور هستم، اینجا موزیکلنده و خوشحالیم که باز هم شما رو در کنار خودمون داریم. داریوش اقبالی رو همه موسیقی دوستان ایرانی میشناسن، یکی از ستونهای خوانندگی موسیقی پاپه که خیلی ساله به زبون ساده اگر بخوایم بگیم امپراتوری میکنه و بدون اغراق پرطرفدارترین خواننده مرد موسیقی ایرانه. داریوش همیشه داریوش لقبیه که طرفدارهاش بهش دادن. خواننده، بازیگر، فعال حقوق بشر، یه جنس صدای بیس و مختص خودش رو داره. کودکیش رو توی کرج و میانه گذرونده. پدرش از ملاکهای به نام شهر میانه بود و اولین بار هم توی سن 9 سالگی توی مدرسه روی صحنه میره و متوجه علاقهش میشه به موسیقی. به واسطه آشنایی با حسن خیاطپاشی وارد دنیای موسیقی میشه، هرچند که تست خوانندگیش رو پیش بابک افشار داده، اما در اصل میشه گفت کشف پرویز مقصدی بود که اوایل دهه 50 گروهی داشت به اسم 6 و 8 و داریوش یکی از خواننده های این گروه بود. و اونایی که دوست دارن صدای داریوش اقبالی رو توی قالب ترانه های شاد بشنون میتونن آهنگ شیطنت رو از گروه 6 و 8 گوش کنن. اما اتفاق معروفیت داریوش از ترانه مصطفی جاودان و آهنگ پرویز مقصدی بود، به من نگو دوست دارم. وقتی که این آهنگ وارد بازار شد و به بازار اومد، خیلی ها شیفته صدای تازه‌ای شدن که از حنجره داریوش اقبالی بیرون می اومد و داریوش رو رسما به عنوان خواننده موسیقی ایران پذیرفتن. بچه ها، این نقشه جغرافیا است. خونه این خونه بیرون واسه من، وقتی که دلتنگ پایدشی آزاد بوی گندال من هرچی که دارم، یه روزی میاد که نمیدونی چی هستی، با چشای بی فرو میونه نونو حبیرو فندو وقت عذاب، تو که معنای عشقی به من معنا بده، رو میکنم به آینه رو به خودم داد سال 56 داریوش توی نظرسنجی مجله جوانان به عنوان محبوب ترین خواننده ایران انتخاب میشه که تا همین امروز هم این محبوبیت رو خوب حفظ کرده. اما محبوبیت به همین سادگی به دست نمیاد. داریوش جمعاً 26 ماه به خاطر ترانه های اعتراضی که اجرا کرده بود حبس کشید. ترانه هایی مثل جنگل، بنبست، بوی خوب گندم، علی کنکوری، گل بارون زده، اینا همه ترانه های اعتراضی بودن که حرف دل مردم بود توی اون سالها، ولی خب از دید حکومت این دیدگاه محکوم بود. حتی فکر میکنم اولین بار هم 6 ماه توی انفرادی زندان بود. قبل از انقلابم بهش سوء قصد شد که بهش اسید میپاشن، واسه معالجه میره انگلیس و تا همین امروز هم بر نگشته. بگذاریم. داریوش اقبالی با چهرهای درجه یک موسیقی ایران همکاری کرده. منوچهر چشم‌آذر، ایرج جنتی عطایی، اردلان سرفراز، بابک افشار، آندرانیک، استاد صادق نجوکی، حسن شمایی‌زاده، واروژان و زنده نام سیمین بهبهانی ترانه هایی با مضمون فقر و آزادی و اعتیاد اجرا کرده که درد جامعه است و همین دغدغه هاشی که اینقدر محبوبش کرده.
اجرای ترانه هایی که شاید خیلی ها از ترس مارکتینگ نبودن سمتش نرفتن، همین ترانه ها بود و همین انتخاب ها بود که داریوش رو موندگار کرد. خواننده موفقیه، راه کارش هم بلده، بسیارم خوب خودش نگذاشته، وجهه خودش حفظ کرده تو راهی که داره میره، این در اون در نزده. خانم گلای خانم گل بود، خلیج فارس و فلان اینا نخونده. اگه خانم گل بوده خانم گل خونده فقط، یا خلیج فارس بوده خلیج فارس خونده، خطش مشخص بوده. هوشش توی انتخاب ترانه هایی مثل دوباره میسازمت وطن، سال 2000 خیلی بالا بود و هنوز هم همینطوریه داریوش. و حتی عاشقانه هاش هم متفاوته. توی صد آهنگ برتر تاریخ موسیقی که شبکه من و تو تولید کرده بود، شماره یک دستای تو بود با اجرای داریوش، و میشه گفت داریوش جورایی مسبب به شهرت رسیدن ابی هم بوده که ترانه نون و پنیر و سبزی رو اجازه میده ابی باهاش همخونی کنه. هرچند که بارها راجع به این موضوع بحث بوده که آهنگ در اصل برای کدوم خواننده نوشته شده بود، اما خواننده اصلی کار داریوش اقبالیه. ای نازنین در آینه، یه طرف همه سیاه و یه طرف، ای به داد من رسیده، به صلیب صدا اسلوبم ای دوست، این روزا گوزن و سر نمی برم، که بی تو خودمو تک و تن گریه نمی کنم، نرو آهای مردم دنیا، آهای مرد. تو اون شام مهتاب کنارم نشستی، دنیای این روزای من هم قد تن پوشم. داریوش به قدری تاثیرگذار بود که به غیر از مدل لباس پوشیدنش و مدل موهاش، حتی اعتیادش هم باعث شد خیلی ها به این مسیر کشیده بشن. اما خب خدا رو شکر سال 2000 اگر اشتباه نکنم اعتیادش رو ترک کرد و از همون موقع هم تلاش زیادی کرد برای کمک به کسایی که میخوان اعتیاد رو کنار بذارن. بنیاد آینه رو تأسیس کرد، برای همین کار یه وبسایت به اسم بهبودی راه اندازی کرد، اونجا به کسایی که میخواستن ترک بکنن کمک میشد، به خانواده هاشون کمک های مالی میشد. جدای از اینکه خیلی ها به تبعیت از داریوش اعتیاد رو کنار گذاشتن، توی همین فعالیت هاش موفق شد حدود 40-50 هزار نفر رو از اعتیاد نجات بده که خیلی کار ارزشمندیه. سال 2014 از مرکز بین المللی حقوق بشر به عنوان فعال اجتماعی جایزه گرفته، لوح افتخار وزارت فرهنگ سوئد رو داره، لوح افتخار از وزیر فرهنگ کشور کانادا گرفته، تقدیرنامه شهردار لس آنجلس رو سال 2005 گرفته و بی خود نیست که پرطرفدارترین خواننده مرد ایرانه و اجراهاش توی جایگاه سلاطین موسیقی جهان معمولا سولداد شده. ومبلی لندن، کارنگی نیویورک، مرکز هنرهای نمایشی جان اف کندی واشنگتن، اگر اشتباه نکنم گریت تیتر لس آنجلس، تالار الیزابت ونکوور، نوکیا تیتر کالیفرنیا، پالادیوم لندن، گیبسون امفی تیتر لس آنجلس و خیلی جاهای دیگه که همه اینها جایگاه بزرگان موسیقی بودن. به هر حال بازیگری هم کرده. قبل از انقلاب سال 53 فیلم باران فرزانه دلجو رو بازی کرد، سال 56 فریاد زیر آب رو با شهره به کارگردانی سیروس الوند بازی کرد و خب ما در قالب بازیگر هم دیدیمش. سه بار ازدواج کرده ولی یک بار عاشق شده، اون هم توی ایران که به عشقش هم نمیرسه. آهنگ شقایق هم به همین علت خونده. ازدواج دومش هم در واقع از ازدواج دومش هم دختری به اسم بیتا داره که گل بیتا رو برای اون اجرا کرده. دلم مثل دلت خونه شقا، آخرین سنگر سکوته زندگی، ای روزگار چرخ گرد، سال سقوط سال فرار سال گریز، اون که رفته دیگه هیچ وقت نمی یا شب را به من نگو
دوست دارم که باورم نمیشه. شب از مهتاب سر میره تمام ما، دل من دیگه خطا نکن. شما داریوشو با تیغ نمیتونی پاک کنی از موسیقی ما. داریوش یکی از مهمترین خواننده های ایرانه، کارنامه ایشون کارنامه فوق العاده درخشانه. آقای داریوش صدای استثنایی داره، از وقت تکنیکی تحریرها و تکیه ها فوق العاده است در صدای ایشون، تون صداشون، بیس صداشون، فهم داریوش از ترانه موقع اجرا فوق العاده است. 100%. یعنی من به شما میتونم بگم شبیه داریوش هم نداریم. داریوش عزیز، سپاس از سالها تلاشت برای خوندن ترانه های با ارزش، سپاس از اینکه هنرت رو حفظ کردی. تولدت خیلی مبارک باشه. دوستان برای ما بنویسید شما با کدوم آهنگ داریوش بیشتر خاطره دارید. ممنون از اینکه ما رو تماشا میکنید. کانال یوتیوب رسانه موزیکلند رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای جدید برای شما هم ارسال بشه. حتما یه کامنت بذارید، لایک بکنید که شما رو ربات تشخیص نده. سلامتی و آبرومندی رو براتون آرزو میکنم. تا یه قسمت دیگه از موزیکلند، خدا نگهدار.